خب بریم سراغ تمرین شماره 9 که یکی از سوالات مهم کتاب درسی محسوب میشه. سوال چی میگه؟ معادله درجه دومی بنویسید که ریشه های آن 3 منهای رادیکال 5 دوم و 3 به علاوه رادیکال 5 دوم باشه. من باید چیکار کنم؟ فرم استاندارد معادله درجه دوم بود x به توان 2 منهای sx به علاوه p برابر است با 0. وقتی میخوای معادله درجه دوم بنویسی باید s رو حساب کنی و p. s چی بود؟ جمع دو تا ریشه. پس s برابر است با جمع دو ریشه. بیا و دو تا ریشه رو فرض کنیم بوده آلفا و بتا. پس s میشود آلفا به علاوه بتا. و p چی بود؟ ضرب دو ریشه. پس p برابر خواهد بود با آلفا ضرب در بتا. قبوله؟ آلفا من چی بوده؟ بیا اسم اینو بذارم آلفا، اسم اینم بذارم بتا. پس آلفا میشود 3 منهای رادیکال 5 تقسیم بر 2، بتا هم میشود 3 به علاوه رادیکال 5 تقسیم بر 2. وقتی اینا رو با هم دیگه جمع کنم، چون مخرج مشترک 2 دارن، منهای رادیکال 5 و مثبت رادیکال 5 خدافظی میکنه میره. 3 به علاوه 3 هم که میشود 6، 6 تقسیم بر 2 برابر است با 3. پس جمع دو تا ریشه شد 3. حالا میخوام برم سراغ ضرب دو تا ریشه. آلفا ضرب در بتا یعنی 3 منهای رادیکال 5 تقسیم بر 2 در 3 به علاوه رادیکال 5 تقسیم بر 2. مخرج 2 ضرب در 2 میشود 4. صورت 3 منهای رادیکال 5 در 3 به علاوه رادیکال 5 اتحاد مزدوجه، یعنی اولی به توان 2 منهای دومی به توان 2. 9 منهای 5 میشود 4 و 4 تقسیم بر 4 برابر خواهد بود با 1. آقا من S رو حساب کردم، P هم حساب کردم، حالا باید چیکار کنم؟ برم تو فاز جایگزینی. X2 منهای SX به علاوه P جایگزین کنم. X به توان 2 منها به جای S بنویسم 3 میشود 3X، به جای P هم 1، این هم به علاوه 1 برابر با 0. دیدی چقدر خوب بود؟ پس وقتی میخوای معادله درجه دوم بنویسی باید S حساب کنی و P. S برابر بود با جمع دوتا ریشه و P برابر بود با ضرب دوتا ریشه. مرسی.